درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان و شنوندگان گرامی. به روال هر دو هفته یک بار شاهین نژاد هستم همراه با دوست ارجمند شهرام آریان در خدمتون هستیم با یکی از برنامه هایی که از سوی جنبش رنسانس ایرانی براتون آماده شده. در 2.5 سال گذشته، ظرف 3 ماه گذشته، ما شماری از برنامه هایی داشتیم که بیشترین برنامه ها به صورت سری بود، یعنی 8 تا 9 تا 10 تا برنامه زیر عناوینی ارائه شد که در حقیقت موضوعات خیلی بنیادی بود که ما باید با شما همیهنان در میون بود. اهمیت بستر فرهنگی، زمینه سازی فرهنگی برای بهروزی و رستگاری ایران، همچنین برنامه های زیر عنوان دلایل کامیابی سپاه اسلام در حمله به ایران شهر، برنامه زیر عنوان روش شناسی بازپسگیری ایران از اسلام، و همچنین برنامه هایی که پیش از اینها پخش شد در زمینه جهانبینی و حکومت، نوع روش حکومت کردن، کشورگردانی، گیتی آرایی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان. اینها در حقیقت زمینه هایی بود، جستارهایی بود که به طور بنیادین ما حس کردیم که خواهان داره و در این باره یا کار نشده یا بسیار کم کار شده و ظرف این حدود 3 ماه گذشته با شما در میون گذاشتیم. امروز میخواهیم که با یک بازنگری در حقیقت چکیده بر آنچه که گفته شد و برسیم به جایی که قرار داریم و بگیم که از اینجا به سوی آینده در هفته های آینده، ماه های آینده میخواهیم که چه جستارهایی رو با شما در میون بگذاریم. از این رو لازم بود که حتما یک ایستی داشته باشیم، یه بازبینی بکنیم بر آنچه که گذشته و بگیم چرا اینها عنوان شد و چرا میخواییم از اکنون به بعد نه به روال دیگر بلکه از چشماندازهای دیگری با شما جستارهایی رو طرح بکنیم و دربارش گفتگو کنیم. من شهرام که فکر میکنیم که از همون درجه اهمیت برخورداره، گرچه میتونه این مقدار گفتاوردهای گرمتری باشه و یه مقدار با به اصطلاح وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز ما هم از نظر حسی برای بیننده و مخاطب نزدیکی بیشتری داشته باشه. شهرام جان درود بسیار و خواهش میکنم از اینجا رشته کلام رو به دست بگیر، رشته سخن رو به دست بگیر. با درود چون جان، با درود به بینندگان. بله، ما در حقیقت اون کاری رو کردیم که از زمان پیش از جنبش مشروطه همیشه خواستش بود که یک بررسی بشه که به این معنی نیستش که این کاری که کردیم مشکل حل کرده، نوک کوه یخ بوده، ولی تو کیفیتش اون انجام شده که همیشه میبایست انجام بشه، که آقا از نظر فرهنگی زیر ساخت اندیشگی این ایران پیش از اسلام و پس از اسلام که این گسل بزرگ رو میگویند داشته، یعنی تو این کم و بیش بیشتر مهتران ایران توافق داشتن یا یه جورایی دارن، فقط هیچ وقت درست پژوهش نشده که خب چگونه بوده این گسل. ما از دیدگاه مدل سازی های گوناگون، البته بالتی کتبینه هنوز با جزئیات و شواهد و مستندات اونگونی که بعدا باید بالتی کتبین کار انجام بشه، در صد آموز گفتارهای گفتاری تمام اون مبحث رو که آقا پیش از اسلام اینا نگاهشون به زندگی چی بوده، پس از اسلام این نگاه چگونه دگرسازی شده، فرایند این دگرسازی چگونه بوده، اینو کمابیش پوشش دادیم. من یه فهرستی درست کرده بودم از آنچه که در این آموز گفتارها انجامید، اکنون دیده میشه این جستارهای زنجیرمند و بنیادساز؟ بله بله. در آغاز خواهش بود اون زمانها بیش از 2 سال پیش که این فلسفه زیستن این ایران باستان چه بود؟ ما برای اینکه
جستار خیلی فلسفی نشه. اون زمان چون دیگه هر کدوم از اینها یه رشته گفتاریه که دیگه پایان نداره، ما یه خورده کانکرت تر موندیم، یه خورده به زندگی واقعی نزدیکتر بودیم و مسئله کشورداری رو شکافتیم که اینا نگاهشون در گرداندن کشور و مدیریت چی بوده و چه فرقهای چه گسلهای بزرگ یا گذرناپذیری رو میشه میونه اونها و پس از اسلام دید. در چندین آموز گفتار با این کارها آغاز کردیم که روح اون زمان پیش و روح پس از اون و دیگر بودیهاش این آشکار بشه. بعد گفتیم یه خورده ژرف‌تر به داستان میپردازیم که این مسئله فرهنگ اصلا چرا اینگونه اصالت داره، اینجوری بندادگی داره، برتری داره بر هر پرسش دیگری در مسئله تکامل کشورها و مردم. به زنجیره پرداختیم به نام اهمیت بستر فرهنگی برای جهش ایران. در آینده اینجا خیلی بنیادی به داستان پرداختیم که فرهنگ چجوری کار بکنه، لایه‌های بنیادی فرهنگ تو بخش روانشناختیش چگونه است و چجوری بخش‌های بالاتر رو کنترل می‌کنه. اینجا می‌بینیم که 9 برنامه بوده که اینجا لینک‌هاش دیده میشه و با اون کوشش شد که بیننده آماده بشه واسه اینکه اهمیت این مسئله دگرسازی فرهنگی رو بفهمه، چون تا کنون مطلب هم تاریخ ایران هم این مسئله درست کسی آنالیز نکرد. همیشه ذکر مصیبت بود دیگه، بعد یه موقعی سر کله مسلمان‌ها پیدا شد، زدن، کشتن، داغون کردن فلان و پس از اونم همه میدونستن که خب یه دین نوعی اومده و این زیر و رو شده، فهمیده بودن که تو فرهنگ اتفاقاتی افتاده ولی مدل سازیش کسی نمی‌کرد. فقط یه سری کلی گفته می‌شد بله اینا قبل از اسلام آدمای پرکوشش‌تری بودن، پس از اسلام آدمای خود مصرفی‌تری بودن. بعد پس از یه همچین تک جمله‌ای گوینده تاریخ‌دان هر کی بخواد باشه از پیرنیا گرفته تا زرینکوب میرفت یه راست سراغ ذکر مصیبت که آقا بعدش دیگه ترک اومد، مغول اومد، زدن، بردن، کشتن، سوختن، این فهرستی از ذکر مصیبت تا صفویه که ثبات نسبی مثلا اومده و بعدم دوباره به حمدالله ذکر مصیبت تا تجزیه بخشای بزرگی از ایران به دست روسا و بعدم ورود به تاریخ معاصر که همه ایرونیا اونجا رو دوست دارن چون میتونن از نظر سیاسی به جون هم بیافتن، سر هم داد و بیداد کنن، اون کارهایی که دوست دارن. این مطلبی که آقا اصلا چی شد که این کشور به این حالت بنیادی منحرف شد در آمدن اسلام، اینو کسی دست نمیزد به اون صورت. حالا یه مدت تعارف بود، هر چی بود، حال نداشتن، توان نداشتن در مدل سازی بود، داستان دراز نمیدونم، ولی بهش کسی کاری نداشت که این کلیدی ترین رویداد تاریخ ایران با فاصله نجومی رو، یعنی دو تا رویداد کلیدی 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 تاریخ ایران داشته. یکی ورود آریایی های تازه زرتشتی شده حدود 1000 پیش از میلاد به فلات که یه بار اونجا این فلات زیر و رو شد از نظر انسانی و یه جور دیگه شد، هرچی که قبلش بودی که بعدش نبود اصلا یه جور دیگه شد، که بعد اون امپراتوری های ایران باستان هم برآمد از همین آریایی های زرتشتی مهاجر بودن و همون اندازه که اون درایش اونها اینجا رو منقلب کرده بود، بعدش شکست از اسلام منقلب کرد. بنابراین این دوتا رویداد کلیدی رو باید در حقیقت یک ایرانی علاقمند به فلسفه و اجتماع مسائل بنیادی که باید بدونه، اینا رو باید دریافته باشه. شگفتی که اینا اون دوتا چیزی هستن که اساس در مورد تو ایران داره کمتر از همین نوشته شده با فاصله نجومی. در تا دلت بخواد داستان هست در مورد چه میدونم دعواهای این والی نمیدونم با اون شاه چی در زمان صفوی قاجار اینا بگیر برو تا حمله تیمور، همیشه عشق ایرانیان بیشتر ذکر مصیبته که کی کشت و کی برد و از این حرفا، ولی این دوتا مسئله کلیدی که اصلا سرشت این کشور چجوری ریخته شد 1000 پیش از میلاد و بعد این سرشت ریخته 600 پس از میلاد 650 که این شکست اومد از مسلمان‌ها تا 1000 پس از میلاد چه جوری دوباره زیر و رو شد، یعنی 1000 پیش از میلاد سرشتش ریخته شد، یه بخوایم این واژه رو به کار ببریم یا شالودش بگیم، و 1000 تا 1000 پس از میلاد دیگه دگرگون شده بود، سیستم اسلامی یه جور دیگه شده بود، یه میان پرده 2000 ساله داشت که اونجا ایران وجود داشت و پس از سده پنجم ما داریم این کالبد نیمه جان
به نام ایران داره خوشو کشان کشان میکشه به همین کشور جهان سوم شده، بخشای بزرگی از سرزمینش هم از دست داده الی آخر. ولی اون دو تا رویداد کلیدی 1000 پیش از میلاد و 600 تا 1000 پس از میلاد کسی با اینا کاری نداره، با این کلیدی تو ایران تعامل کسی کاری نداره. ما به اینها پرداختیم که این مسئله بستر فرهنگی رو چگونه میشه مدل سازی کرد برای کار کردی که داره. این تو این برنامه‌های بستر فرهنگی ما اینا رو آماده سازی کردیم تا بیننده کنجکاو بشه که بخواد اهمیت این گسل‌های فرهنگی رو بفهمه، حالا چه پس و پیش و پس آمدن آریایی‌های زرتشتی یا پیش و پس آمدن مسلمان‌ها، که این دو تا دگرسازی کلیدی رو بخواد بفهمه. بعد یه سری پرسش‌ها هستن که خب حالا که ایران از این مسلمان‌ها شکست خورد و دیگه اینجوری چرخ گوش شد، بسیار خب چجوری شکست خورد؟ اینم یکی از پرسش‌هایی که همیشه کسی بهش نپرداخت. یه چیزای کلی همیشه همه گفتن که بله اینا اومدن و نمیدونم، چون میگفتن که ما اگه نمیدونم بکشیم که عمر میدزدیم، اگه خودمونم کشته بشیم که بریم پیش حوریا، پس نمیدونم انگیزه زیاد داشتن و از این حرفا زدن گرفتن بردن. خب اینم که خنده داره، یه ابر قدرتی به بزرگی رو حالا گیروم که خیلی هم انگیزه داشتن، میگه به همین سادگی میشه زد برد. این مسئله به این کامپلکسیتی، به این پیچیدگی رو هیچ باید تصور کنی هیچ کدوم از تاریخ دانان ایران باش کاری اصلا نداره، اصلا کاری باش نداره. شاید مهمترین رویداد تاریخ ایران، شاید اصلا ما اومدن از اون آریای زرتشتی هم مهمتر بود این داستان، شکست از اسلام. مثلا چرا فکر میکنم این برآیند دو تا مورد بوده؟ یکی عافیت طلبی برخی از کسانی که میتوانستن پژوهش کنن تو این زمینه، شادم کردن، هیچ وقت سخنی دربارش نگفتن و نخواستن که یه همچین موضوع حساسی رو برن سراغش، یعنی چگونگی و دلایل اومدن اسلام به ایران و شکست خوردن ایران شهر از سپاه مسلمان ها، به خاطر اینکه باید در کنارش خیلی از آنچه که مسلمان ها در ایران انجام دادن هم یاد می کردن. و دومی هم این است که توان ها محدود بود و احتمالاً برای برخی توان اینکه یه همچین کاری هم بکنن نبود، یعنی جدا از اینکه حالا شاید عافیت طلبی هم می کردن. موافقی در این زمینه؟ ما می خواهیم یه خود جوان مرد باشیم. بله خب این ایران سوخته و از میان رفته تا پیش از اینکه با انقلاب مشروطه نخستین زیرساختای اندیشه نوین و دانشگرایانه توش ریخته بشه، خب زیرساخت پژوهش دانشی نداشت. تو این 100 ساله پدید اومده، تو اونجا به این مطلب نپرداختن. حالا دیگه میشه در موردش چونه زد، ولی اینی که به 1001 نخود چکش میشه دیگه هی میپردازن ولی با این کاری ندارن، این از عجایب اسلامه. یعنی به قول قدما چون الان که دیگه انقلاب هم شده، بابا اینا دیگه اومدن تبعید، کشورشون هم از دست دادن، همه چی سوخته، متلاشی شده، شخم زده شده، رفته، بازم کسی با اینا کاری نداره. یعنی واقعا از عجایب اسلامه که الان که دیگه این همه میلیون ها ایرانی که در فرنگ به سر میرن در تبعید، هزاران اینا میتونستن در دانشگاه فرنگ تاریخ بخونن، این اون فلان اینا تو این مسائل میتونستن بشکافن، اصلا فرام سکرچ در موردش صدها هزار صفحه مقاله مینویسن. این دوتا کلیدی ترین مسئله تاریخ ایران رو، که یکی اینکه آقا با این مهاجرت این آریایی های تازه زرتشتی اون زمان چجوری این فلات اینجوری دگرگون شد و اون فضای ایران باستان پدید اومد، اون امپراتوریا، اون کنش ها، اون برایش ها اینا، و با اومدن مسلمونا که شکست خورد و چرخ گوش شد، چجوری چرخ گوش شد؟ و اولین گام چرخ گوش شدن اون مسئله شکست عجیب و غریب نظامیش بوده. درست. شما با اون آغاز میکنی و گام سپسین، گام سپسین اصلا لازم نیست کسی دشنام بده که بگیم مثلا تار شهرام جان، چون توی سخنان دیاد کردی از این که ایرانیان زرتشتی شده وارد فلات ایران شدن، این حتما برای برخی از بینندگان ممکنه این در حقیقت پرسش رو ایجاد بکنه که با توجه به این که میدونیم گشتاسپ در بلخ بوده و زرتشت در بلخ به نزد گشتاسپ میره و او را به پذیرفتن آیین زرتشت فرا میخونه، پذیرفتن مثلا با همسایه یا مش اهمیت نداره، فقط
علشان جان چند لحظه شرم جان متوقف بودید، یعنی صدامون به هم مثل که نمیرسید. نه میدونم امروز مشکل اینترنت توی منطقه ما هست. گفتی که این مسئله ایرانیان زرتشتی شدی که به فلات اومدن رو میگفتی. آره گفتم با این اعتبارم پرسش برای همیهنان ایجاد میکنه، از اونجایی که گشتاس در بلخ و زرتشت به نزد گشتاس در بلخ میره و او رو به آیین زرتشت فرا میخونه و بلخ هم به هر حال در فلات ایرانه و امروز خب همین کنار مزار شریف افغانستانه، پرسش پیش میاد که چرا گفتی ایرانیان زرتشتی به درون فلات ایران اومدن. حالا مهاجرت آیایی نگرمان این سیک نظریه ایست که در موردش زیاد سخن گفته شده، از شمال به جنوب و این گونه مسائل، هرچند برخی میگن که اصلا مهاجرتی در کار نبوده، آیایی اینجا بودن. ولی حالا وارد اون بحث نشیم، چرا گفتی ایرانیان زرتشتی؟ به نظر میاد که زرتشت چه در ری چه در سیستان چه در آذربایجان بوده باشه و به سوی گشتاس در بلخ رفته باشه، همه رخدادها در همین ایران انجام شده. بله من هوادار اون تئوری نیستم. یعنی من ایرانی ها رو اونجوری که حالا جدیترین نظریه ها میگن، نگرمان ها میگن، اونا رو من مهاجرین اروپایی میدونم. اینا مال اون فلات نبودن. پس شرم جان این مسئله رو یه جا پارکش کنیم، برای اینکه ممکنه که وسط گفتگو باز جستار دیگه ایجاد کنه. اینو بذاریم یه موقع دیگه بهش بپردازیم چون خیلی جالبه. مسئله بزرگیه. قبل از اینکه ایرانیا پاشون به اون فلات باز بشه، یعنی ایرانی هم که اونایی که اومدن با ما فرق می‌کردن، هنوز آمیخته نبودن، یه جور دیگه بودن. قبلش این اقوام که در فلات چیره بودن، اقوام هم خانواده با جنوب هند بودن، از گروه نژادی دراوید بودن. بله. ایلامی ها و دیگران، ولی انزه شباهت از قیافه هم نداشتن به ایرانی های امروز. درست. یه جور دیگه بود. حالا میپردازیم سپس تر بهش. این مطلبی که ما گفتیم، بله، این دو تا رویداد کلیدی تو این کشور رخ داده، به این دوتا هم به حمدالله کسی اصلا کاری نداره، فقط با نخوچی کشمش همه کار دارن. دومیش شکست از اسلام بوده که این یه شکست ارتشی بوده و در پی شکست ارتشی این شبکه سازی مافیایی مسلمین در ایران بوده که تا دیگه شبکه ها وقتی ساخته شد و ایران چرخ گوش شد دیگه، بعدشون ایران اسلامی شد که ما دیگه تا با الان میشناسیم، با اذان و گریه و نام آراغ و اینجور مسائل. این پروسه دگرگون شدن هم پس از اون شکست ارتشی بود، ولی اون شکست ارتشی پیش نیاز کلیدیش بود. اینا هم کسی هیچ وقت آنالیز نکرده. نه. خود روانشاد زرین کوب رو که در تاریخ کمبریج بهش سپردن که بیا تو اینا رو بشکاف، فرای بهش گفت. بله. یه چپتر، یه فصل خیلی خسته کننده یه پیش پا افتاده اون روانشاد برداشت نوشت در حد نم 30 صفحه اینا که بله یه نبرد زیغاری بوده و بعدش هم اینا هیچجوری سر کلهشون پیدا شد و این آیین هم اینا رو یه خورده برانگیخته کرد و زدن گرفتن نیومده رفتن تا سغدستان رسیدن. تمام آنالیز بود. یعنی این مهمترین پرسش تاریخ ایران رو که ریچارد فرای از یه ایرانی خواهش کرده بود که اینو آنالیز کنه، او به جای اینکه مثلا 20 سال عمرش رو بذاره که این مسئله رو بره مثلا با کارشناسای تاریخ جنگ صحبت کنه، مثلا کسایی که اون زمان بودن، آدم های اساسی تو فرنگ بودن توی مسائلی که تاریخ جنگ قرون وسطایی رو میفهمید، با اونا صحبت کنه، بشکافه مثلا اینا، انشای 30 صفحه‌ای براش نوشت که هر دانشجو رده کارشناسی ارشد بهش یه سال وقت میدی همونو مینوشت. یعنی این بی‌علاقگی شگفت‌آور ایرانی‌ها به پرسش‌های کلیدی رو ما کوشش کردیم در بخش آموزگفتارهای خورده قلقلک کنیم که آقا بپردازید به مدل سازی همین شکست. برخی نظریات خودمون رو هم توضیح دادیم که این روند و شوند اینا پیروزیشون چگونه بوده، بعد چون کوتاه بود به مفصل ترش پرداختیم، چرا سپاه اسلام در شکست دادن ایرانیان کامیاب شد، یک 10-12 نشستی هم یا 12 به این پرداختیم که در این یه تئوری نوعی برکشیده شد که این یک برتری نفراتی ملخوار بوده و باید از باور کردن به افسانه هایی که در تواریخ سطر اسلام نوشته شده پرهیز کرد. بر بنیاد اون یه بحث کامپلکسی هم اونجا داشت. پس از اون یه چند برنامه به این پرداختیم که حالا این اسلام که اومده و شکست داده چرا به این استواری مونده و همه تلاش های بیرون کردنش رو متلاشی کرده.
چه توانایی تو این بوده که این کارو میتونه بکنه. همون شبکه‌های مافیایی که در جامعه درست میکنه، بسیج گروهی آدمای لات و لود و زبون نفهم واسه کشتن آدمای فهیم، این سیستمی که حالا سیستم پروتوتایپ مافیا رو میسازه که بعدن در جنوب ایتالیا هم ساخته بود و در پیامدش تا تو نیویورک هم ساختن، سیسیلیا در حد ادامه همون شبکه‌های اسلامی مافیایی قرن وسطاست. ما تو ایران بالاتر گسترده داریم و تا به امروز هم به عنوان مثلا شبکه‌های همکاری میون روحانیون اسلامی و مثلا لات‌های محلی داریم. حالا پس از انقلاب فقط اتفاق جالبی که افتاده، لات‌های محلی تبدیل شدن به ارتش سراسری کشور به نام سپاه پاسداران. قبلش اینا گله گله چیزای منطقه‌ای بودن. منطقه‌ای بودن که روحانیون اسلامی که در حقیقت بازمانده همون مهاجمین اعراب یا اسلام 1000 سال پیش بودن، با اینا همکاری میکردن واسه یه ذره چش گرفتن از مردم یا گروگان گرفتن مردم منطقه‌ای. همون هم با همون روش که همون قبایل روز اول که اومده بودن ذره چش میگرفتن از مردم. این اینا رو شکافتیم. حتی ما فهرست برنامه‌هایی داشتیم در مورد اینکه چرا آینه زرتشت بهتر است به ایران بازگردد. مثلا البته ما اینجا بررسیامون بیشتر بررسی‌های سکولار بود یا بررسی‌هایی که به چیز کاری نداشت، به مسائل دینی کمتر کاری داشت. بله، ما فراتر از این بحثای این مطلب تئوریک، البته من اینجا باید هنوز چیز نشون بدم، ما حتی در مورد این مطلب تئوریک نگرمانیک که آیا بهتر آیین زرتشت در ایران باشه کنار حالا این ساختار سکولار و منطقی که ایران آینده میتونه داشته باشه، آیا بهتره که آخر سر از نظر دینی هم ایرانی ها زرتشتی بخشیشون دست کم باشن یا نه، و به این مطلب نظر تئوریک پرداختیم. بعد این تئوری های گوناگون در مورد دستگاه فرهنگی پیش از اسلام، ارزش دستگاه فرهنگی، تغییر شکست ایران و و و تمام مسائلی که ایرانی خودشون هیچ وقت باش کاری نداشتن، اینا رو وقتی که یک نگاه سراسری بهشون در این دو سال داشتیم، بعد پرسش هم از سوی بیننده ها بیشتر میشد که خب این حالا گیروم همه این آنالیز ها انجام شد، این چگونه میشه این ایران امروزی رو از این حالت اسلامیش دوباره برکشید، باز کرد، بازسازی کرد الاخر. برای در مورد روش شناسی بازپسگیری ایران از اسلام این چند جلسه داشتیم، 7 نشستیم و در 2 نشست پایانیش هم دیگه رسیدیم به اون بخش دیگه، شبکه سازی و اینها و هسته سازی و شبکه سازی و چه تو چه گزینشی باید با پیرامون خود رفتار کرد، با کیا باید نخواست اون شبکه ها رو ساخت، باید اجتناب کرد از گروه های کمهوش و سادیست که اونها بیشتر پرسنل اسلام هستن، اونها رو نمیشه اصلا تغییر داد، افراد باهوشتر و فراخروتر اونها رو باید شناسایی کرد و از اونها هسته های ساخت، هسته هایی که با هم دیگه می نشینن و هم دیگه رو می سازن و منتظر اون روز بازسازی می شن پس از اون دگرگونی بزرگی که رخ خواهد داد. اینا رو هم توی 2 نشست پایانی برکشیدیم. اکنون تمام این بخش های جستارهای کلی در مورد اینکه ساختار فرهنگی چیه، کار کردش چیه و چگونه دگرگونی این ساختار فرهنگی ایران رو از اون ور به این ور انداخته و در چه کار کرده دور برد، اینا به سر آمد. درست. از اینجا به سپستر قرار بود که بر بنیاد این پژوهش‌هایی که تا اینجا شده و کارهایی که تا اینجا شده فرایند کار گسترش پیدا کنه و بعد شبکه سازی‌های در خود فرنگ هم ساخته بشه و این درون ماهی ها کم کم آموزش داده بشن در سطح محلی و دقیقا اون شبکه سازی هم که در ایران پیشنهاد میشه نمونه بهترش و آزادترش و فرنگ آغاز بشه. دشواری ما تا اینجا البته این بوده، اونجوری که مطلع آنالیز کردیم، که یاری های مادی که باید به رنسانس میشد در 2 سال گذشته که من پیوستین و در صحبت های درونی و داخلی و هر جا که میشد تبلیغ کردم، بسیار بسیار اندکتر از اون چیزی بوده که باید میشد. یعنی در حال حاضر به رنسانس سالی 1/10 یا 1/8 اون چیزی رسونده میشه که باید رسانده میشد برای اینکه این پروژه ها حتی به مرحله آغازین انجام بشن نه به مرحله اساسی. و این خب به من نشون میده که شاید بدنه بزرگ بیننده ها هنوز اون آمادگی یا میل رو ندارن برای همچین دگرگونی اجتماعی.
حالا من چون سیستم اون اینجا تو آلمان همش روی مسئولیت شخصی میچرخه، ما به این باور داریم که وقتی یه چیزی بیننده رو برانگیخته میکنه، او خودش هم دیگه با نهایت شدت و حدت میره دنبالش کنه، ریالایز کنه، به تحقق برسونه، هست بخشانه. و میگم ما این کوشش ها تا الان به اون یاری های جدی مادی منجر نشده. بنابراین پروژه های بزرگ همشون متوقفن، یعنی اونایی که میتونست واقعا الان کار اساسی واسه ایران انجام بده، اونا به خاطر نرسیدن کمک مادی همشون متوقفن. کاری که ما تو آینده خواهیم کرد اینه که تا موقعی که خود علاقمندا بر آن بشن که این یاری های مادی رو بتونن برسونن و کار تازه آغاز بشه، تا اون موقع ما برایند این آنالیز هایی که تا الان کردیم دست کم تو برنامه‌ای که با من اگه انجام بشه، ما میپردازیم به کاربرد زنده و عملیشون بر روی اون که وضعیت کنونی یا تاریخ معاصر ایران رو که همین گره همین بنبست سیاسی اجتماعی فرهنگیش الان هست، یکی از آشکارترین بنبست هاست در روی تمام کره زمین که این کشور بهش دوچاره، و اون بلای عجب و غریبی رو که خود مردمش داوطلبانه سر خودشون آوردن و هیچ اجباری هم در کار نبود در انقلاب 57، این وضعیت این تاریخ معاصر اینها رو، این اون چیزی که در این 200 سال گذشته و بی ویژه اون چیزی که تو این 60-70 سال گذشته، اونو بر بنیاد همین تئوری های بستر، این تئوری های فرهنگ بنیاد و اون بستر تئوریکی که ریختیم، هی توضیح بدیم و یاد بدیم که اونا رو چجوری میشه زنده به کار برد برای اینکه وضعیت کلونی رو هم دریافت. در این باره، یعنی به عبارت دیگه شهران جان، برای همیهنانی که دارن بیننده و شنونده هستن، کاری که میکوشیم در هفته ها و ماه های آینده بکنیم این است که از بنیادهایی که کوشیدیم تو این دو سه سال با شما در میون بگذاریم و یه مقدار جهان نگری ایرانی رو باز کردیم، به ارزش های فرهنگی ایرانی پرداختیم، تعالی یا رسایی یا بالندگی رو در نزد ایرانیان کهن گفتیم که چه بوده و رهسویی که میخواستن برند به چه هدفی بوده قرار بوده برسه، و بعد تغییراتی که در یک انسان ایجاد میشه که یک فرد ایران شهری پس از چند سده میشه یک فرد مسلمان، چگونه این ابزاری که به عنوان یک شخص در اختیار داشته تا زندگی خودش رو سر و سامان بده تغییر میکنه و براش برای همین خیلی از کنشهاش معنی دیگری پیدا میکنه. حالا همه اینها رو میایم میکوشیم توی رخدادهای در حقیقت برجسته که در چند سده گذشته در ایران رخ داده، به ویژه دههای گذشته، پیاده کنیم و ببینیم که از این کاستی هایی که ما از 1000 سال پیش 1400 سال پیش به این ور دوچارش شدیم چگونه داریم ضربه میخوریم، و چون آسیب شناسی نمیشه نمیدونیم که این آسیب رو از کجا خوردیم، و به جای اینکه به دنبال درمان بنیادی این دشواری بریم و این گرفتاریمون بریم، همیشه کوشیدیم یا به گردن دیگران بیاندازیم ریشه این بدبختی رو، و یا اینکه با یک دردکش، با یک مسکن به اصطلاح بخوام از کنار قضیه رد بشیم. حالا از پرسش‌های اساسی مثل این که فرض کنید که چه شد سال 57 آنگونه شد که شد، و یا مثلا در آغاز صفویه چه شد که یه دفعه شرایط اونگونه تغییر کرد و یک سیستم دیگری با همه کاستی ها و بیشی هاش اومد و جایگزین سده های قرون وسطای ایران شد، و یا حتی موضوعاتی که به نظر کوچکتر میاد ولی به نظر ما مهمه، این که چگونه مثلا یک شخصی به نام علی شریعتی بوت میشه برای بخشی از نسل جوان ایران توی سالهایی که قاعدتاً به خاطر پیشرفت کشور و جلو رفتن کشور و رشد اقتصادی و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی همه انتظار دارن که کشور رو به جلو بره، شما میبینید که کاملاً یه گفتمان ارتجایی هوادار پیدا میکنه. حالا اینها مواردی است که میشود توی این به اصطلاح واکاویامون بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این دیگه بحث تاریخی نیست، همچنان که شهرام گفت با امروز ما گره خورده.
یعنی اون رخداد تلخ مثلا علی شریعتی یا خسرو گل سرخی یا احمد شاملو در 40-50-60 سال پیش امروز هم میتواند خیلی خیلی ساده دوباره بازتولید بشه با چهرهای دیگه یا با گفتمانهای دیگری که دوباره از همون جایی ما آسیب رو ببینیم و مشت رو بخوریم که بارها خوردیم. بنابراین میتواند یه مقداری رهگشا باشه روی مسائل جاری ایران و شاید هم تا اندازه جهان. درسته شرم جان؟ درسته. در حقیقت اینجوری بشه گفتش که ما فعلا چون میگم سرمایه های لازمه واسه انجام کارهای اساسی نرسید، ما زمان رو میگذرونیم با تمرین کاربرد اون بستر تئوریکی که ریختیم بر توضیح رویدادهای تاریخ معاصر و امروزی. شاید اصلا زمان بدیم واسه بگذره و یه دریا مقضی جای باز بشه یا برخی ایرونی ها یه خورده مسئله رو جدیتر بگیرن یا فلان، ولی اون برنامه های اساسی دیگه اونا شوربختانه همش متوقف میمونه تا موقعی که اون جدیت در رساندن سرمایه توی ایرانی ها ایجاد بشه، که هنوز اون جدیت وجود نداره. برای روشن شدن ذهن برخی از هممیهنان که ممکنه کنجکاو باشن که این یاری های مالی چی میتونست باشه، ما روی در حقیقت طرح بزرگی داشتیم سخن میگفتیم و بهش میاندیشیم و هنوز هم میاندیشیم و اون این است که یک نهادی درست بشه که این نهاد به صورت فیزیکی، به صورت حسی و واقعی وجود داشته باشه در چندین شهر ایرانی نشین در جهان و بکوشه که با آموزه هایی که به هر حال در دسترس هست کسانی رو پرورش بده و کادر سازی بکنه که شما از توش انسانی ایران شهری، خردمند، آبادگر، دلاور، آزاداندیش و با دانش بتوانی بیرون بدی که این خودش بتواند در جاهای دیگه، در شهرهای دیگه، در استانها و در مناطق مختلف درون مرز و برون مرز خودش بتواند به تنهایی یک مبلغ نیرومند باشه و بتواند آنچه رو که فرا گرفته رو به دیگران منتقل کنه و به این گونه ما شروع کنیم از این پیکر 80 میلیونی ظرف چند سال چند صد هزار تا یا چند میلیون رو دست کم بیاریم تو همین بستری که دوست داریم هممیهنان رو اونجا ببینیم که بشود یک سازوکار نیرومندی برای کشور باشه در سالهای پیش رو، برای اینکه تغییرات بنیادی در ایران رخ بده و برای اینکه اون تغییرات بنیادی پایدار باشه، رو به جلو باشه و شرایط دیگری در کشور رقم بزنه. حالا این یکی از موارد اساسی بود که سخنشو گفتم. طبیعتاً مدیریت کردن و سرپرستی و بالو پر دادن به این نهاد زنجیره‌ای در جاهای گوناگون نیاز به کادری داره که باید تقریباً تمام وقت سراغ این جریان باشن و هفته 50 ساعت، 70 ساعت، 100 ساعت زمان بگذارن. از این رو خواستم توضیح فشرده‌ای بدم به همینان که منظور شهرام مسائل از این دست هست و خب در کنارش تولیداتی هست مانند نوشتن منیفست ایران شهری، اون چیزی که جنبش رنسانس ایرانی هنوز علارغم گرفتاری که داره انجام میده و امیدواریم تا پایان سال بشود که پیشنویسی از اون رو آماده داشت، یا نوشتن تاریخ تحلیلی ایران کاملا با رویکرد دانشی بدون حب و بغض و بدون عافیت طلبی و سازشکاری و در حقیقت تاریخ تحلیلی که بر پایه آنالیز و واکاوی شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی باشه برای نشان دادن که چرا یک رویدادی در فلان زمان رخ داد و چرا این پیامدها رو داشت، کاری که دست کم من در زبان فارسی میدونم انجام نشده و فکر نمی کنم اگه خود ما این کار رو برای خودمون انجام ندیم یک روسی یا آلمانی یا انگلیسی یا ژاپنی این خیشکاری رو داره که بیاد بخواد برای ما انجام بده. حد اکثر کاری که یک کارشناس خیلی برجسته غیر ایرانی میتونه انجام داده باشه که اگه انجام هم داده باشه واقعا باید بهش آفرین گفت، این است که بیاد یک مقطعی از تاریخ ایران رو یک آنالیز نیرومند و
به درد بخور روش نوشته باشه یا در جایی در سخنرانی مطرح کرده باشه. یه همچین کار بسیار گسترده‌ای درباره کل تاریخ ایران این چند هزار گذشته نیاز هم به نیرو متخصص بسنده و دلاور و دانشمند داره و هم نیاز داره که اینها بتوانند بشینن و کار زندگیشون رو رها کنن و بچسبن به انجام این کار بزرگ. خواستم این توضیحات کناری رو خدمتون بدم که در جریان قرار بگیرید. انجام بشه و به حالت سیلوار تا آخر از داخل نیروهای بیرونی ایرانی های توانگر و اینا که میبینن این برنامه ها رو، این آز و اون کنجکاوی درشون پدید بیاد که بخوان همکاری رو بکنن، ماس بگیرن، کمک های مالی به سامان انجام بدن و اینا خب شکل نگرفت. این با اون چیزی هم که خب من از کودکی از آلمان میشناسم کاملا متضاده، یعنی سیستمش یه جور دیگه است که من روی هم برای این باورم که هم میهنا به گذار تاریخ خود سیستم خودشون هم خب با اسلام چون اونس گرفته اصلا میل به همکاری اساسی رو از دست دادن برای کارهای اساسی، یعنی یه مقدار یه حالت تماشا کننده توشون بیشتر شکل گرفته، حالت بینندگی، بله بیننده باشن و سیر و روند رخدادها رو ببینن و در حقیقت شاید یه مقدار عدم خودباوری باشه این که میشود کارهای بزرگ انجام شد. حالا کلن اسلام خب تو ایرانی ها ایدئالیسم رو متلاشی کرده ولی ما اصلا یه کاری بخواد بکنه، کار بزرگ گروهی اینا، ولی ما فراموش نکنیم که حتی خود آی خمینی هم که کامیاب شد و ایران رو فتح کرد، این پرسنلش دنبال کار میدویدن و از داخل ایران بسیاری از بازرگان‌های ایرانی انقدر بهش پول میرسوندن که این میتونست از خارج از کشور برای هزاران هزار طلبه بورس بفرسته و اونا رو آغشته کار خودش بکنه. یعنی که پیروزیشون آخر سر پیروزی الله پرستا در انقلاب به خاطر این بود که هزاران هزار نفر همکاری میکردن و به ویژه بخشای مالدار جامعه هم از جان و دل هرچی داشتن در اختیار خمینی میذاشتن که موفق بشه. بله. یعنی تو اون بخش الله پرستا یه راهی پیدا کردن که حالا به خاطر اون داستان حالا بهشت و حوری و حالا هرچی که هست، ولی با همدیگه همکاری میکنن و شهرام جان اگر که لطف کنی و از شیر اسکرین در بیاری اسلایدا رو، من میخواستم که به بینندگان یک از نظر مادی هم مایه میذارن. ما بیننده هستیم که ببینیم این تغییر ماهیت یا این جدیت توشون که ایجاد میشه. تا اون هنگام ما فعلا این بستر تئوریکی رو که ریختیم پیاده میکنیم به حالت توضیح مسائل روزمره و تاریخ معاصر. بسیار عالی است و مطلب بسیار مهمی خواهد بود که از همیانان خواهش میکنم که حتما همراه باشن و همت کنن یه مقداری بعد از اینکه برنامه ها رو دیدن، چه روی شبکه ماهواره و چه روی یوتیوب یا در جاهای دیگه شبکه های اجتماعی پخش کنن. این تکم همیهنی که دانش آموز، دانشجو، کارمندی است که به هر حال یه مقداری از نظر مالی دست و بالش بسته است، این کمکش بسیار بسیار ارزنده است و کمک میکنه به پخش پیام. من اینجا شیر اسکرین میکنم برای اینکه به همیهنان نشون بدم که چگونه میتوانند در حقیقت یوتیوب همراه ما باشن. شما اگر به یوتیوب برید، این کانال کانال جنبش رنسانس ایرانی است، همچنان که میبینید میتونید بزنید رنسانس، بزنید نوزایی ایرانی به فارسی یا ایرانیان رنسانس به انگلیسی. وقتی میزنید نوزایی ایرانی یا ایرانیان رنسانس، این دوتا با هم دیگه برای شما این لوگو رو میاره که لوگوی جنبشه. اون زمان شما متوجه میشید که در کانال یوتیوب جنبش هستید و همچنان که میبینید لوگوی جنبش هست که سیمرغ از فراز البرز کوه در حال بر فراز البرز کوه نشسته و طلوع خورشید رو شاهدید با این پرتوهای که از پشت البرز کوه اسطوره‌ای داره میزنه بیرون. این لوگوی جنبشه، بنابراین در هر جایی در شبکه‌های اجتماعی در یوتیوب
وقتی میزنید رنسانس ایرانی یا نوزایی ایرانی یا ایرانیان رنسانس، این لوگو که اومد شما در شبکه جنبش هستید. اینجا که تشریف ببرید میتوانید که همه کلیپ های برنامه هایی که ما در جنبش تولید کردیم، چه به صورت برنامه های تلویزیونی مثل برنامه های من و شهرام و برنامه دیگر دوستان و یا سخنرانی یا کلیپ ویدیوهایی که آموزشی بوده رو اینجا ببینید و حتما حتما لطف کنید و سابسکرایب کنید. اگر سابسکرایب بکنید، اتفاقی که میفته هر ویدیو جدید که میاد برای شما خواهد اومد و شما متوجه میشید که میتوانید برنامه تازه رو ببینید. بنابراین در شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشید با دیدن لوگوی جنبش رنسانس ایرانی که سیمرغ است که بر فراز البرز کوه نشسته، در تلگرام، در اینستاگرام، در توییتر و در فیسبوک و البته در یوتیوب. شهرام جان، یک مطلبی است در حقیقت مشاهده است برای من، ولی فکر میکنم که یک پای و بنیادی هم داره. پیش از اینکه برنامه رو به پایان ببریم، خواستم یک 3-4 دقیقه هم درباره این یک گفتگوی بکنیم. هنگامی که صحبت از مسائل ایمانی میشه، یک ایمان کور خیلی متحجرانه، سنگواره، سخت و بسیار بسیار خشن، میبینید که جریانات ایمانی به شدت پشتیبانی میکنن از نهاد یا سازمان یا جریانی که بهش دلبستگی دارن یا همراهیش میکنن. مثلا شما میبینید که کسانی که تو کار تصوف هستن، خودشون رو درویش میدونن، هر جایی برسه هر چقدر که لازم باشه میکوشن که جریان به اصطلاح درویشی خودشون رو جلو ببرن. حالا نعمت اللهی هستن یا به فرق دیگر تصوف بستگی دارن، میبینید که خیلی خیلی درباره این جریان از خوش مایه میگذارن. اینجا یک مسجدی هست، مسجد شیعیان در این شهری که من هستم در امریکا، و این مسجد شیعیان رو پاکستانی های شیعه را انداختن، هزینه شو دادن و الان هم ادارش میکنن. جای بسیار بسیار گرون این شهر هم. و این پاکستانی های شیعه که تازه در پاکستان یک اقلیت هم، اکثریت هم نیستن. همین گونه میبینیم از همیانان مسلمان معتقد به اسلام، همیانان بهایی معتقد به بهاییت و دیگران. آیا این یک حقیقت تلخه که ایرانگرایان که به هر حال باید بر پایه خرد، خردورزی و خردمداری زیست کنن و مسائل رو بنگرن و کنش های خودشون رو بر اون پایه هماراسته کنن، خیلی خیلی آستین همتشون رو در این زمینه ها سختتر و دیرتر بالا میزنن؟ حالا من میگم ایران شهری ها، خیلی هم که ممکنه لایک باشن، ایران شهری هم نباشن، همینن. خیلی از نیروهای لیبرال هم همینن. ولی شما وقتی میرسه به یه جریان ایمانی، میبینید که از همه چی مایه میذارن برای اینکه حرف خودشون و سازمان خودشون رو به جلو ببرن و به اصطلاح پرچمشون رو بالا نگه دارن. جریان چیه شرم جان؟ چند بودیه، من گمان میکنم خود این دوباره یه چند تا آموز گفتم. میخواد این داستانی که گفتی به عظمت همون خود شکست ایران از اسلامه که این چه خبره اینجا شده. ببین، روی هم رفته در اون جایی که آینهای ابراهیمی جا میفتن، مسئله خرد و پیش برد پروژه های خرد محور فراموش میشه، مسائل تعصب برکشیده میشه و تعصب به حالت استناد بر برتر پنداشت. این میراثش به مسیحیت رسید که گفت خداوند الان پسرش رو واسه ما فرستاده،
هر کسی که به این میپیونده توی ارتباط ویژه با ایشونه، در حقیقت الان یه قبیله انترناسیونال درست کردن، برخلاف قبیله یهود که یه محدودی بود، یه قبیله بین المللی ازش درست کردن. و همین ایده رو پیامبر اسلام گرفت، مثلا قبیله بین المللی رو، و همون امت اسلام ازش درست کرد، فقط این بار دیگه با تشویق به خشونت و از میان بردن دیگراندیش و دست به اسلحه بردن این مسائل. این همش ولی همون فکر سامی قدیمه که قبیله من از قبیله بقیه بهتره. این یه احساسیه که در همه میمونسانان وجود داره. انسان هم یه میمونسان برتره که دوست داره که قبیله خودش، طایفه خودش یه جوری بر دیگران برتر باشه. یه خاصیت پستانداریه که در میمونسانان برتر هست. هر آدمی ها تو یه جوری دوست خانواده خودش کامیاب باشه، کس و کار خودش، طایفه خودش، شهر خودش الی آخر. این رو اونا برداشتن و این بود فقط برمیکشن از روحیه انسان که یکی از عقب مانده ترین ابعاد بود انسانه، که جهت اون بخش اون میمونیشه در حقیقت، و اونو برمیکشن در روز سرمایه گذاری میکنن و نامش هم میذارن تعصب. یعنی این که پیوندهای شدید قبیلگی از عصبیه میاد، همونی که ابن خلدون میگفت رگ. بله بله، یعنی رگای پیوند دهنده، نه فقط اون رگی که میذاره بیرون، اون بعدن توی این معنا آمده، قبلش بوده عصبیه، یعنی که ارتباطات رگمانند که تو قبیله چجوری به هم وصله. این اون خاصیت میمونیه که همه این دینای کلاسیک ابراهیمی سامی روش. بنابراین این تو تمام مشتقاتم که از اسلام بیرون، حالا میخواد تصوف باشه یا مثلا آیین بهایی باشه، همین هست که این قبیله من، این قبیله من، این تافته جدا بافته است. در صورتی که شما در روزگار زرتشت قدیمی رفتید، ساسانی ها که الان هم مثلا حساسیت داشتن که ما خیلی مثلا ابرقدرتیم فلانیم، شما اونجا با موبداش میرفتی حرف میزدی، اصلا مسئله قبیله من نبود اصلا. این همش داشت به شما میگفتش که آقا تو اگه مثلا زیاد آب انبار بسازی، زیاد نمیدونم خیابون بکشی، زیاد سرمایه گذاری کنی، زیاد مثلا بر رعیت کار ایجاد کنی، جهان رو آباد میکنی، نمیدونم اهریمن عقب رانده میشه. حالا اون بحثایی که داشتن که داستانش درازه، داستان تمام دینشون که نگاه میکردیم مثل یه پروژه منطقی بود. اصلا به قبیله اصلا ربطی نداشت. این مسئله چون کاملا از بین رفته، همون داستان عصبیه و پیوندهای بوزینهی فقط مونده. برای همینم هر چی که دیگه از اون منطقه برآمد تو این زمینه بود. همچنان که گفتی شهرام جان، دوستان خیلی مفصلی، حالا شاید در آینده فرصتی بشه کامل اینو موشکافی کنیم. فکر میکنم که به عنوان یه چکیدهی برای برنامه های آینده خوب بود، پاسخ خوبی هم داشتیم. از همیهنان درخواست میکنم که تا جایی که ممکنه با پخش برنامه های تولید جنبش رنسانس ایرانی، چه برنامه های تصویری، چه برنامه های که روی شبکه های اجتماعی داریم، همراهی بکنن، در شبکه های اجتماعی بپیوندن به کانال های جنبش و در یوتیوب هم سابسکرایب کنن، همراه باشن و بکوشن تا برنامه‌ای رو که میپسندن لینکشو برای دیگر دوستان و همیهنان هم بفرستن. پس شهرام جان سپاس بسیار و سپاس از همیهنان برای توجهشون. تا فرصت دیگر، بدرود، روز و شبتون خوش. بدرود.